سلام دوستان عزیزم، به میز گرد ما خوش اومدید. من مرضیه سمایی در یک برنامه دیگه از میز گرد ما در خدمت شما هستم به همراه دختر عزیزم خانم دکتر سلماز سمایی. سلام، مرسی مام که منو دوباره دعوت کردین. من دوست دارم همیشه شما رو دعوت بکنم. امروز قبل از هر چیز میخوام بهتون بگم که این چای روی میز ما که درست میکنیم بهتون نشون بدم که چه چایی هست. خیلی ها پرسیدن این چایی چیه؟ من تا حالا چندین مرتبه بوده که چای ایران هم تموم شده بوده، چای احمد بوده، ولی چون الان چای ایران رسیده خواستم بهتون نشون بدم که چه چایی رو من چطوری دم میکنم، بعد اون موقع شما این چایی رو درست کنید ببینید که آیا میتونید اصلا چای دیگه ای رو بخورید. چایی که از ایران برای من آوردن چای گلستانه، ببینید تو بسته های اینطوری نوشته گلستان، چای گلستان به اضافه چای لاهیجان، چای نادری که اینجا چون پاکتش اینطوری بود من میخواستم نشون بدم، پاره شد ریختم توی این کیسه. چای لاهیجان روش نوشته چای نادری. چای گلستان رنگش خیلی زیاده، چای نادری که رنگش کم رنگ تره، زیاد رنگ نداره ولی بسیار خوش طعمه. من یه پیمانه از چای گلستان و دو تا پیمانه از چای نادری رو مخلوط کردم که اینجا مخلوط شدهش رو آماده کردم بهتون نشون میدم که چه کار کردم. یه پیمانه چای گلستانه، دو پیمانه هم چای نادری، اینو توی این ظرف مخلوط کردم. بعد ببینید این برگ گل روز، برگ گل محمدی، ببینید چقدر برگای فوق‌العاده عالی، برگای خوبی داره، برگای ایران، ببین چقدر برگ گل محمدی که به مقدار تقریبا زیاد توی این مخلوط کردم. ببینید چشمگیر، میبینید در حد چشمگیره. بعد توی قوری چقدر میزیم الان میگم. بعد این این برگ گلو با همین چایی، دوتا چایی مخلوط کردم به اضافه هل که این هلام از ایران رسیده، 5 تا دونه هلو من میریزم توی این هاوندستی اینطوری، 5 تا دونه هله. پنج تا دونه هلو زیاد نمی کوبم، فقط در حدی که درش باز بشه و اون دونه هاش بیاد بیرون. اینم میریزم توی قوری. توی این ظرف ما هلم داره، من همه رو مخلوط کردم، یک پیمانه چای گلستان، دو پیمانه چای لاهیجان، کلی برگ گل محمدی و کلی هلو همینطوری درست ریختم. چون هلو حتما موقعی که میخواین چای رو درست بکنید باید بکوبید بریزید که اون عطرش در بیاد. بعد میدونید که هل آرام بخشه، خیلی آرامش میده. آره خیلی آرام میکنه. اینو دیگه بکنم تو خیلی هل خوردی مامی. این چای ما توی این ظرف حاضر و آماده است که من هر وقت میخوام درست بکنم دیگه دنبال اینکه اینا رو با هم مخلوط بکنم. حالا از اون چقدر میریزین توی این؟ آها هنوز نریختم درست. از این ببینید یه پیمانه، یه قاشق این قاشق مرباخوریه، دو تا قاشق مرباخوری من اینطور ریختم. آب جوشمون هم اینجا آماده است. البته من معمولا اینو یه آب میزنم میشورمش، بعدش توش آب جوش میریزم. این چای خیلی خوشتم و خوشمزه است و اینم که چیز کیکه. اگه شما این چای رو درست بکنید مطمئن باشید دیگه هیچ چای دیگه ای رو نمیخورید. و سعی میکنم چایی که سر این میز میذارم هر وقت متنوع هست بهتون نشون بدم که ببینید ما چه چایی رو میخوریم. مطلب دوم این که موهای من امروز خانم دکترمون کوتاه کردن که توی برنامهشون، برنامه توی یوتیوب دکتر سول اگه بزنید فیلم گرفتن موقعی که موهای منو کوتاه کردن. مبارک، مرسی که من خیلی راضی هستم، خیلی خوب شده. نمیدونم حالا شما میپسندید دوباره میای این آرایشگاه من؟ بله حتما.
حتما میام پیش شما. خیلی قشنگ شده، مرسی. و اما مطلب امروزمون، خانم مریم از ایتالیا و آقای حسن از ایران، هر دو یه مورد رو برای من ایمیل زدن که مشکل یکی بوده که من عنوان میکنم، بعد شما هم نظرتون رو ببینم که اگه شما این مشکل رو داشته باشید شما چطوری باهاش کنار میان، و خب منم سعی میکنم که تا جایی که ممکنه راهنماییتون بکنم. هر دو نفر گفتن خیلی از این که همیشه فکر میکنن ممکنه یه مورد خاصی براشون پیش بیاد میترسن، میترسن از این که مریض باشن، میترسن از این که یه مشکل پزشکی داشته باشن، میترسن از این که نکنه عزیزشون رو از دست بدن، پدرشون، مادرشون یه مشکل پزشکی براشون پیش بیاد. هر دو در رابطه با مشکلات پزشکی صحبت کردن و گفتن خیلی همیشه میترسن به حدی که آرامششون رو از دست دادن. گاهی اوقات مثلا اگر یه کوچولو گفتن دلشون اگر درد میگیره، احساس میکنن که دیگه اگر توی خیابون دارن قدم میزنن مردم رو میگن، نوشته بودن که مردم رو نگاه میکنن میگم خوش به حالتون، شما خیلی طولانی مدت زنده این، اما برای من اینطوری نیست، و خیلی میترسن از این مورد، در حد خیلی زیاد خدازاری میکنن. خواستم ببینم که شما اگه نظری داریم بگین که باز منم نظرم رو بدم. این انگزایتیه، این چیزی که شما میگیم به انگلیسیش من انگزایتی میدونم، و این تنها نیستیم، فقط شما نیستین که این مشکل رو دارین، خیلی ها این مشکل رو دارن، خیلی ها مثلا همش استراب دارن که یه کسی رو که دوست دارن رو از دست ندن، مثلا تصادفی نشن، مریضی براشون پیش نیاد. خیلی ها با این می جنگند در مثلا کل روز. آره، منم اتفاقا همینه میخوام بگم که شما یه نفر رو پیدا کنید توی جهان که اصلا با خودش یه همچین فکری رو نکنه. درسته که شدت و ضعف داره و خیلی افراد زیادی هستن که از این مورد میترسن، ولی شما یادتون باشه اگه شما هم جزو اون افراد هستید بدونید که جمعیت جهان چند نفره، تمام مردم جهان این حالت و این استرس رو دارن و میترسن، و اون افرادی که نمیترسن افرادی هستن که راحت میخوابن، ریلکسن، به هیچی فکر نمی کنن، زیاد فکر نمی کنن و بسیار ریلکس و آرام و میپذیرن، یعنی اصلا به این مورد فکر نمی کنن. و بعضی افراد هم هستن که اصلا فکر میکنن که مرگ مال بقیه است، اتفاق مال بقیه است، مریضی، هر مشکلی مال همسایه است، مال دیگریه، وارد خونه اونا نمیشه، به اونا ربطی نداره. تمام افرادی که دارن توی این جهان قدم میزنن یا هستن یا وجود دارن، به هر شکلی هر کاری که دارن میکنن، همه بالاخره یه روزی از این جهان میرن. پس شما نمیتونید لحظه های خوب و شیرین زندگیتون رو فدای این بکنید که ممکنه یه وقت یه موردی پیش بیاد که خودتون نباشین یا عزیزانتون نباشن. برای همینه که ما میگیم در لحظه زندگی کنید. درسته، چون وقتی شما در لحظه زندگی بکنید فکر همون لحظه هستید دیگه، به خودتون استرس راه نمیدین. من الان نمیخوام در رابطه با علم پزشکی صحبت بکنم، شما مطمئنا اگه به روان پزشک مراجعه بکنید خیلی راحت این مورد شما رو حل میکنن، و باهاشون صحبت بکنید یا به مشاور یا روان پزشک باهاشون صحبت بکنید خیلی راحت این مورد شما رو حل میکنن، چون این یه چیزیه که همه تقریبا آمار بسیار زیادیه از مردم جهان به این موضوع فکر میکنن. بعد بعضی موقعا باید مواظب باشیم، ببخشیم من وسط حرفتون، بعضی موقعا باید مواظب باشیم که این دلشورتون، این انگزایتیتون به وسواس پیش نیاد. متاسفانه بیشتر این حسایی که داریم یا از تجربه یه چیزی برامون پیش اومده، از تجربه این حساب وجود اومدن، یا یه چیزی دیدیم یا شنیدیم، معمولا یه دلیلی داره. فقط باید مواظب باشین که این حس براتون یه حالت وسواس پیش نیاد. خیلی ها هستن، من خودم شخصا خیلی مریض دیدم، مریض های دندون پزشکی میان که انگزایتی دارن، بعد اینا باید آرام بخش بهشون دکتر میده،
پس خیلی لولای مختلفی داره. بعضیا هستن که انقدر انگشستن که نمیتونن از خونه برن بیرون. بعد خیلی مواظب باشین که این براتون وسواس پیش نیاد، تا اینکه میبینین که این در وجودتون ایجاد شده، همین که کاری که شما کردین، راجبش صحبت کردین، سعی کردین یکم ادوایز گرفتین، بعد ببینین که چجوری میتونین شما ضد این انگزایتی کار کنین. همه اینجوریان، برای همه وقتایی پیش میاد. یا میترسین از مریضی، همه این مشکل رو دارن. هیچ کس تو این جهان پایدار نبوده، همیشگی نبوده. شما نمیتونین بگین خوش به حال اون یکی که داره راه میره، هیچ بیماری نداره و خودتون هم هیچ موردی ندارین، اما دارین خودتون رو میترسونین. سعی کنین که با این موضوع کنار بیاین، بپذیرید که هیچ کس تو این جهان جاودان نیست و از لحظه هاتون استفاده بکنید. افرادی هستن که میرن پیش روانشناس یا روانپزشک، اونا بهشون کمک میکنن. بعد این خانم نوشته بودن که میشه لطفا به من بگید یه نمونه که من چه کار بکنم که از سرم ببرم بیرون. من گفتم که راجع به این که خودشون مثلا چه کار بکنن که خودشون زیاد خودآزاری نکنن و به این موضوع فکر نکنن. ببینید اگه من یه مورد به شما برگردم بگم، مثلا بگم عزیز من بشین فکر کن راجع به این که الان میخوای، هر وقت این مورد برات پیش میاد بشین فکر کن که میخوای بری سفر یه جای خوب، بعد توی ماشین نشستی با اون عزیزانی که کنارت هستن، بعد چقدر صفا میکنی، چند منظره‌های زیبایی رو میبینی. خب من نمیتونم اینو به شما بگم چون ممکنه دقیقاً دست گذاشته باشم روی همون مورد شما و شما توی یه سفری تصادفی شده، یه خاطره بدی دارید، یا خدای نکرده کسی رو از دست دادید، یا اینکه اصلا اون صحنه براتون بدتر، من حال شما رو خرابتر بکنم. شما خودتون باید به خودتون کمک بکنید، ببینید که چی کار میتونیم بکنیم که بهتون آرامش بده و ببینید به چیه چیز خوب فکر کنید. چون انقدر زندگی کوتاهه که شما اگه بخواین همش خودآزاری بکنین از زندگیتون لذتی نبردین. برای همین الان در سر تا سر جهان دارن همیشه میگن که در لحظه زندگی کنین، گذشته رو بگید خدا حافظ. گذشته افسردگی میاره معمولا برای آدم. بعد وقتی راجع به آینده فکر میکنین، حالت استراب به آدم دست میده. برای همین خیلی بهتره که آدم تو همون لحظه بمونه. مثلا وقتی شبا میخوای بخوابی، میبینین که خوابتون نمیبره. دلیلی که خوابتون نمیبره اینه که همش اگه راجع به کارهایی که بعد انجام بدین فردا هی فکر کنین، هی کار بیشتری به فکرتون میاد، بعد این بهتون استراب میده. یه کار دیگه‌ای که میتونین انجام بدین اینه که هر وقتی که دیدین که راجع به این چیزی که بهتون انگزایتی میده داریم فکر میکنین، میتونین یه کش ببندین در دستتون، هر وقت راجبش فکر میکنین یکی اینجوری میزنین، بعد استاپتون میکنه، دوباره مثلا کار خودتون رو دارین میکنین، دوباره یه فکر بد میاد تو سرتون، دوباره با این کشه یک مثلا این کشه رو میزنیم، بعد از که یادتون میبره مثلا حالت تنبیه داره براتون. آره، یا اصلا فکر کنید که شما این افکار یه پشه است داره میاد شما رو نیش بزنه و یه حشره کش دستتونه، تا این میاد سراغتون با خودتون بگید خب من الان این حشره کش رو میزنم، این پشه ها رو میکشم. ببینید اینایی که من دارم به شما میگم اینا راههایی هست که من دارم خودم از روی تجربه بهتون میگم. و این خانم گفتن دوست ندارم برم پیش روانشناس یا روانپزشک، به همین دلیل گفتن شما اگر بتونین به من بگین که به زبان عامیانه لااقل بگید که من چی کار بکنم. به عنوان روانشناسی نخوندیم، خب ایشون هم میدونن ما روانشناسی نخوندیم. کارهایی که برای خودمون کار کردن رو میتونیم براتون شیر کنین که با شما هم همونو امتحان کنین. اینو مثلا من برای چیزای دیگه مختلف کار کردم که هر وقت فکر منفی میاد تو سرم اینو میزنم، بعد کار میکنه. بعد شما دیگه شروع میکنین خودت پازیتیو افکت کردن. بعد اون فکر پشکشی که گفتیم هم خیلی فکر خوبی بود، من اون سعی میکنم الان چیز کنم. آره بنام. خب فکر کنید دیدونه از این پیف پافا توی ایران پیف پاف بود، حشره کش میزدیم، پشه ها همه میمردن. تا فکر منفی میاد سراغتون سریع اون پیف پافتون رو بگیرین دستتون یه دور بزنید که تمام اون افکار منفی که همون حالت حشر و پشه رو دارن
توی ذهن شما از بین برم و دیگه فکر منفی نکنید. بگید من با هر وقت که فکر منفی اومد سراغتون، بگید من با هیچ انسانی در جهان فرقی ندارم، منم صحیح و سالمم، منم حالم خوبه. حالا برفرض اگر موردی هم داشته باشید، تکنولوژی اونقدر پیشرفت کرده، اونقدر عوض شده که الان هیچ موردی، هیچ بیماری، هیچ چیزی جای نگرانی نداره و شما باید همیشه با اون شکل نگاه بکنید. من یادمه که یه خانومی بودن، سنشون خیلی بالا بود، بعد اومدن خونه ما مهمونی، بعد گفتن همسایمون شوهرش، اسم همسایه‌شون هم من یادمه سکینه خانم، و این سکینه خانم هنوز در قید حیات هستن، ایشون اومدن گفتن که سکینه خانم شوهرش رفته یه زن دیگه گرفته، به خاطر اینکه چون وضعش خوب شده، بعد شوهرش رفته پنکه برقی خریده. یعنی برای اون خانم داشتن پنکه مهم بوده، یعنی این یه آدم ثروتمندی بوده که پنکه داشته، پنکه برقی داشته. من خیلی کوچولو بودم ولی مال همین قرنم که اینو یادمه. خب 24 سالمه دیگه. بعد گفته که پنکه برقی داشته، خب بایدم زن یه زن دیگه بگیره. بعد فکر کنید وقتی که در اون موقع که اینقدر تکنولوژی پایین بوده که داشتن یک پنکه اون فرد میتونسته بره یه همسر دیگه بگیره به خاطر اینکه پول داشته بره پنکه برقی بخره، الان با این تکنولوژی که شما از اون طرف جهان در گوشه کنار جهان، من امروز فیلم میگیرم برای شما میذارم، شما تماشا میکنید، پس دیگه موردی که در از لحاظ پزشکی شما داشته باشید دیگه جای ناراحتی نداره، جای نگرانی نداره. و خیلی اگه بخواید در این رابطه صحبت بکنیم، خیلی دامنش بسیه که من بخوام براتون بگم. آره، بعد بیشتر من فکر میکنم به این اعتقاد دارم که وقتی راجع به یه چیزی فکر میکنی، واقعا شما اونو دعوت میکنی تو خونت. پس راجع بهش فکر نکنین، مثلا سعی کنین خود، خیلی آسونه که من بگم که راجبش فکر نکنین، مثل یه جای بلند که وایستادین و بهت میگن که نگاه نکن پایین، اولین کاری که میخوای بکنین که نگاه میکنی پایین. وقتی مثلا میگم راجبش فکر نکنین، اینه که خودتون رو تنبیه نکنین وقتی راجبش فکر میکنین. اگه فکرش آمد تو سرتون، این که اوکی این فکرش آمد تو سرم، اما من نمیذارم که این فکر رو منو اذیت کنه، خب الان راجع به یه چیز دیگه فکر میکنم. اصلا بگین من از این لحظه هم استفاده میکنم، من قدر پدرم و مادرم و خواهرم و برادرم و خودم و سلامتیم و قدر همه اینا رو میدونم و از این لحظه هم استفاده میکنم به جای اینکه انرژی منفی رو بخوام دعوت بکنم. شما میتونین وقتی زدین میز گرد ما، میشه که برین برنامه یک فیلم سینمایی امریکایی رو بهتون نشون بده؟ نه دیگه، کانال ما رو بهتون نشون میده. پس شما آنچه که از ذهنتون میاد بیرون همون انجام میشه. خواهش میکنم این چیزای منفی رو اصلا وارد زندگیتون نکنین، به افکار منفی فکر نکنید. شما یک انسانی، یک انسان اگر اون در اون جایگاهی که شما قرار گرفتین دوست ندارین، جایگاهتون رو عوض کنید. هر موجود زنده‌ای که در جایگاهی که وجود داره اگر دوست نداشته باشه، میتونه جایگاهش رو عوض بکنه، مگر اینکه جامد باشه. حتی یه درخت ببینید وقتی جاشو دوست نداره، شاخه‌هاش خشک میشن، برگاش میریزن، یا میره به اون ور که مثلا آفتاب تره، دیدین درختا خم میشن، آره میرن جاشون... به اون سمتی که دوست دارن. خودتونم هم یا اینقدر خودشون رو نشون میدن که اون فرد جای اون درخت رو عوض میکنه، میگه این اینجا زیر سایه است، میوه نمیده، جاشو عوض میکنیم. ما خودمون یه درخت گردو داریم که 4 مرتبه جاشو عوض کردیم و الان چقدر گردوهای خوبی داره میده. منظورم اینه که شما حتی اگر درخت هم باشید، یک درخت هم اگر جایگاهی یا که قرار گرفته اگه دوست نداشته باشه، عوض کاری میکنه که جاشو عوض بکنن. شما که خودتون قادرین، میتونین جایگاهتون رو عوض بکنید. ببینین، ببخشید من وسط حرفت، همین که این سوال شما پرسیدین، همین که رفتین راجع به این تحقیق کردین، یعنی که شما میخواین اینو استاپ کنین. پس آفرین به شما که اولین قدم رو برداشتین. قدم دومش اینه که
خودتون رو تنبیه نکنین، اذیت نکنین خودتون رو اگه این فکرهای بد میاد سراغتون. هیچ اشکال نداره، همه فکر بد میاد سراغشون، همه این فکرهای بد دارن. میتونه مثلا خودتون رو، حواس خودتون رو با مدیتیشن پرت کنین. شما وقتی مدیتیت میکنین خیلی راحت تر میتونین فکرتون رو تمرکز کنین و خیلی فیلتر کنین اون فکرهایی که میاد تو سرتون. سعی کنین روزی دوبار مدیتیت کنین. کسایی که دعا میخونن، همون دعا خوندن، چه مسیح هستین، چه مسلمون هستین، چه هر دینی هست دیگه هستین، همون دعا خوندن یه حالت مدیتیشن داره و مدیتیشن فکرتون رو آرومتر میکنه که بعد شما دفعه دیگه که اون فکر اومد سراغتون خیلی راحت میگین که اوکی من فهمیدم که این فکر اومد سراغم، اما من فکر یه چیز دیگه الان میکنم. بریزیدشون بیرون. ببینید، همین که شما شهامت داشتین، با توجه به اینکه شما میدونید ما روانپزشک و روانشناس نیستیم، ولی برای من نوشتیم به عنوان یه مادر و به عنوان یک فرد از عضو خانواده شما، خواستین که من به شما کمک بکنم که اگر شما یکی از اعضای خانواده من بودیم و این مشکل رو داشتین، من چی کار میکردم و به شما چی میگفتم، و اون فکر تجربی منو شما دوست داشتین بشنوین. با توجه به اینکه من میگم شما بهتره که به روانپزشک مراجعه بکنید، و ببخشید که چندین بار نوشتین که دوست نداریم و نمیخوایم برین و گفتین حالا یا شما میتونین به من راهنمایی بکنید یا نه، من از این نظر دارم میگم که در انتها باز هم من میگم شما اگه برید پیش روانپزشک یا برید پیش مشاور، اینا به شما خیلی راحت تر، چون مطالبی که اونا خوندن خیلی راحت میتونن برای شما همه رو کنار هم بذارن و بگن چیکار کنید که این افکار منفی از وجودتون بره بیرون. ولی منم با تجربه‌ای که خودم دارم، کمکی که میتونم به شما بکنم، بگم که در لحظه زندگی بکنید، گذشته رو بهش بگید برو دیگه، مال تو، وقتت تموم شده، خدا حافظ، آیندم خودش مواظب خودش هست. از این الانتون، از حالتون لذت ببرید. مثل این چایی که من بهتون نشون دادم، یه چایی درست کنید بذارید و فکرای خوب بکنید و افکار منفی رو بندازید بیرون. هر وقت میاد افکار منفی میاد سراغتون، یه پشه کش بردارید و با دستتون، نمیگم واقعا برین یه پشه کش رو بردارین میارین بزنید توی ذهنتون، یه پشه کش بردارید بگید اینم افکار منفی مردن بیرون، من میخوام دیگه مثبت فکر کنم. بعد ببینید چقدر زندگی زیبا میشه. برای هم همیشه میگم ذهنتو زیبا کن تا دنیا رو زیبا ببینی. ذهنتو زیبا کن یعنی به چیزهای خوب فکر کن. فکر کن بگو خدایا شکر که من صحیح و سالمم، لااقل تو همین الان، تو همین لحظه، تو همین امروز به من سلامتی دادی و من از تمام لحظه های زندگیم دارم استفاده میکنم و افکار منفی با این پشه کش دستی من بیرون، نمیخوام به شماها فکر بکنم. من امیدوارم که این دوستان عزیز که این ایمیل رو برای ما فرستادن، ما تونسته باشیم بهشون کمک کرده باشیم و زندگیشون بعد از این شیرین بشه. دوست داریم که زندگی شماها رو شیرین ببینیم. از این لحظه همگی خواهش میکنم در و پنجره هاتون رو باز کنید، افکار منفی رو شوتشون کنین، برن توی آسمون و از فضای خونه شما برن بیرون. ذهنتون رو زیبا کنید تا دنیا رو زیبا ببینید. به چیزهای خوب فکر کنید. به چیزهای خوب راجع به خودتون فکر کنیم. سعی کنیم بیشتر خودتون رو دوست داشته باشیم. من فکر میکنم یه کاری که ما تو جامعه نمی کنیم اینه که زیاد میترسیم انگار که از خودمون خوشمون بیاد یا بگیم که یه چیز خودمون خوبه. شروع کنیم 5 تا چیز خوب راجع به خودتون هر روز بگیم. اتفاقا من میخواستم الان همینو بگم. میخواستم بگم تکلیف اصلا جزء برنامه این بود که مشق شب بهشون بدم. آره. تکلیف شما اینه که واقعا فرهنگی ما مشق شب. آره. تکلیف شب شما اینه که هر شب قبل از اینکه بخوابید، من میخواستم بگم 10 تا. ولی حالا شما گفتیم 5 تا، ولی بازم من حرف خودم رو میزنم، همون 10 تا. 10 تا دونه کار خوبی که شما اون روز براتون پیش اومده و شما لذت بردین بگید. ممکنه یه نفر قرار شد که با دید مثبت فکر کنید، نه اینکه بگید که من اصلا هیچ کار خوبی برام اتفاق نیفتاده. یه غذا خوشمزه که خوردین، یه چای ناب که نشستین لذت بردین، چند دقیقه استراحت کردین، توی تختی بودین، جاتون نرم بود، گرم بود،
سقف بالای سرتون بود. منظور اینه که هر شب شما قبل از اینکه بخوابید توی رخت خواب به 10 تا مورد خوبی که براتون پیش اومده و شما ازش خوشحال بودین اون روز به اون فکر کنید. حالا اگر به قول سرمات جون 5 تا باشه ما قبولتون میکنیم، ولی زیر 5 تا مردودید و باید تجدید نظر بکنید و از فرداش همون 10 تا رو حتما یادداشت بکنید. معمولا وقتی شروع میکنیم مثلا 1-2 تای اول، 3 تای اول سخته، اما وقتی شروع میکنین مثل این گوله برف میمونه که داره قل میخوره، اونجوری کلی میاد به سرتون. آره. مثلا شروع میکنی چقدر موهامو سشوار کردم خوب شده بود، موهامو کوتاه کردم خوب شد، سشوارش قشنگ بود، چقدر اون فسنجونی که خوردم خوشمزه بود، چقدر گوشتی که قصابه بهم داد خوب بود. خوبی بود. خدا رو شکر که من کار میکنم تونستم برم این گوشتو بخرم، خدا رو شکر که دندون دارم قشنگ تونستم این گوشته رو بجوام. خیلی چیزایی میدونین الان خیلی میتونین بگین و میبینین که چقدر بنده خوششانسی هستین، چقدر خدا دوستتون داره و همینجوری بیشتر و بیشتر بهتون میده خدا. سعی کنیم بیشتر خوبی ها رو ببینیم و بیشتر خوبی جذب میکنیم. و اگر در اون جایگاهی که هستین اونجا رو دوست ندارید، جاتون رو عوض کنید. حتی یه گیاه هم وقتی جایگاهش رو دوست نداره یه عکس العمل نشون میده. شما که انسان است. شما که انسانید میتونید جایگاهتون رو به راحتی عوض کنید. ببینید که چی میخواین، همونو برین دنبالش. امروز سعی کنید کاریو که همیشه میخواستید انجامش بدید و ندادید انجام بدید. 5 تا چیز که شما راجبش برای امروز شکرگزارم. آره. خب 5 تا چیزی که من شکرگزاری میکنم، اول از همه خدا رو شکر که تنم سالمه، خدا رو شکر که بچه هام سالمن، خدا رو شکر شوهرم سالمه و همه پشتیبان هم هستیم. خدایا شکر برای تمام نعمتهایی که به ما داده. خدایا شکر از این چایی که میشینم کنار شما میخورم. خدایا شکر که شما رو به من داده. مرسی از اینکه برنامه ما رو تماشا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. امیدوارم که هر فکر منفی که میاد سراغتون از این پنجره بندازیدش بیرون و به افکار مثبت فکر کنید. ذهنتون رو زیبا کنید تا دنیا رو زیبا ببینید. مرسی مام که منو دعوت کردین. مرسی از اینکه دعوت منو قبول کردی عزیزم. خب امیدوارم که از این برنامه ما خوشتون اومده. اگه خوشتون اومده حتما اون دکمه لایک رو بزنین، اگه خوشتون نیومده حتما اون دکمه لایک هم بزنین، پس فرقی نکرد. ایشالله که خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید. بله حتما سابسکرایب کنین. مرسی که نگاه کردین، خیلی ممنون. خدافظ تا دفعه بعد. مرسی، شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ. مرسی عزیز.